ما اتفاقا پیشتر در مورد کنسرت نغمه جان گپ میزدم که برای روز دوم عید در تکساس، در باستان تکساس، ایالت کلاسیک و تاریخی امریکا کنسرت داره. همینجا سر به خود گپ میزدم که دوستا تشریف برین، من میایم تکتارم از دکانهای افغانی بگیرین. این مهمونی امشب دیدم که یک زن خوشگل همونجا شیشته دوان دوان آمد، گفت راجی به مون نغمه خوشگل و مقبول صحبت میکنی؟ گفت شوهرم عاشقش بود، من خودم عاشق زارش هستم. اینال از خودش پرسان میکنم. من خودم حیران ماندم وقتی که شما گفته نغمه ده میاد اینجا. من گفتم کدام نغمه؟ همون نغمه ما؟ شما اون رو نغمه خود میگین، ما اون رو نغمه ما میگیم. برای از اینکه او فقط نغمه نبود، او از این طرف باردر چقدر که مردم او را در پشین، در کویته، در لورلایی، در همه جایا، پشاور، مردان، سوات، چقدر مردم او را میشنویدن. ولی نه فقط که صدایش میشنویدن یا آهنگایش میشنویدن، almost ما الان در اندیا امریکا استاد هستم، صدایش شما رو میشنوین، آهنگ اندیان که میاد اینا که میکنن پوجا بفهم که پشتونای تمام بلوچستان فقط نغمه رو پوجا نمیکردن، ولی تا به اونجا رسیده بودن. نغمه مثل پوجا بود، مثل دیوی بود برایشنا. خدا خیر بده، آدم گریه میگیره که هنرمندای ما به این سطح خود رساندن که مرسا را دریدن. بله. در سطح پاکستان، کویته، پشاور، مثل فوزه دیبا گفت که من ردوه دستم. کس که خود افغان میگه با یک هنر افغان خوشحال میشه، یک ارزش میگیره که من خودم بچه های ما همش باید اینطور میشون. چرا که اگر خود افغان بگوین نغمه را هیچ وقت هم شما پس نمیتونین انداخته، ولی اگر خود افغان نمیگین، گه خود عرب میگین، گه خود یک چیز، بس دیگه هیچ حد نیست. بله، تمام هنرمندای ما قابل قدر است. نغمه را که شما شناختین، روز عید کنسرت داره، شما تشریف بیارین به تکساس یا نه؟ انشالله. حالا شما به من گفته علیزی بعد برنامه میسازم، انشالله میرسانم خود را بچه های خودم میارم انشالله. چرا که پسر ما که هسته زیاد شوق داره به نغمه. یک عاشق نغمه نشه پسر؟ نه، لده بابایش بود دیگه علیزی بعد. باباش یعنی شوهر شما عاشق نغمه؟ شوهر ما بسیار عاشق نغمه بود. او در فیسبوک خود هر دفعه آهنگای نغمه رو، اینترویو نغمه رو میزد و مرا میگفت ببین مرا فو از اون جلسه میشید؟ نه خیلی، بالکل نه. برای ازی که شوهر ما همیشه یک چیز خوب رو خوش میکرد. حالا نگاه کن مرا خوش کرده بود نه دیگه. مای گاد، تو قیامت هستی. میگه شوهر ما عاشق نغمه بود، عاشق هنرش بود. من میگم چطور میگه عاشق هر کس خونه می باشه؟ مرا ببین، شوهر ازی خوشپسند گلباز بود، گلار فقط نغمه میگفتم، نه فقط آهنگ نمیخوان، او یک جذبه افغانی را بالا میکرد. فقط افغانستانیا را نمیگم، افغان هر جایی که باشه او افغانه. حالا یک شد که در ملک افغانستان، اون که افغانستانی شد، من میگم افغان. اول خب من لاین من هیچ قبول ندارم، اینجا رو افغانش یا اونجا افغانه، افغان افغانه هر جایی که باشه. الان سویدن از افغانا پوره، الان این دختر افغانی نگاه، یا امریکا هست، ولی هست افغان. افغان هر جایی که باشه افغانه. خیر دیورندش نمیخوایم، این لکیرای چی میگن خطا که ما کشیدیم هیچ مقصدش نیه، فقط یه نغمه برزمی هیرو ما هست، هیرو که اون اصلا نام افغان رو بالا میکرد. کدام ملک نو گفت، کدام خط نمیفهمید، ولی بس یک آهنگ برای عزت و وقار افغان میخوان. بسیار زیاد تشکر. دان خوش قلب مهربان هستی. هلال عید را در قاش ابروی تو میبینم، هلال عید را در کنج ابروی تو میبینم. فوزیه مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت. عید مبارک. بسیار تشکر. همون نغمه که نغمه در ریل نغمه یا همین؟ نه ریل نغمه. عجب بگو کالر دین میمه خودش میاد نغمه؟ نغمه میاید. چیز دوستا ازید باشن که راجع به نغمه پرسان میکنه. تکساس کنسرت داره. شی از کنسرت این تکساس در سکند دی آف اید. ما باورم نمیاد که این اصلی نغمه ما میاد اینجا. نغمه ما عجب عجب. عاشق نغمه بود. باز جلس نمیشی؟ نخه. ما که دیدم من گفتم چطور که نباشه عاشقش. ولی افسوس که خودش نمیتونه آمده. اگر من میبود میامد پس نغمه. ولی ما خودم میرم عکس برای با نغمه میکشم. همون نغمه که علام افغانه، فقط فنکار نمیگم. من نغمه رو یک آهنگسرا نمیگم. من بهش میگم که این پرچم بلند کردن والای افغان هست. این اصلا راهنمای
افغان هست، این زنای افغان را یک راه نشان دادن. ولی زن است که من صفتش زیاد کرده نمیتونم از این، ولی از این که الفاظ من ختم شده که برای نغمه من یه چیز میگفتم، دهان من خورده برای یک گپ زدن برای نغمه، فقط میشنوه میشه. الله عمر دراز بده نغمه را. سیا که بریم تکساس روز دومی تکساس هر داره. هر روز که باشه من میرم، یعنی روزی خیا یک جای جوره میره مام هستم من اونجا. اما روز که کنسرت باشه امو روز صبحش میرم. خواندنای نغمه رو شنیدی فوزه؟ من بسیار با شوق میشنوم. یارا دوست داری ای که یارا زرگر